برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته که اگر دانش آموزان فرانسوی با لباسهای بلند در مدرسه حاضر شوند، از درب مدرسه عبور نخواهند کرد و مقامات در اجرای این قانون جدید با سرگیری کلاسها در هفته آینده سخت‌تر برخورد خواهند کرد. محدودیت جدید دولت فرانسه شامل همه انواع چادرها می باشد. وزیر آموزش و پرورش پوشیدن برخی لباس‌ها توسط دختران و پسران در دبیرستان را نقض سکولاریسم یک اصل اساسی برای فرانسه توصیف کرد. این قانون با انتقاداتی در داخل فرانسه نیز روبرو شده است. وزارت داخله بریتانیا در هفته‌های اخیر بیش از 100 کودک پناهجوی بدون سرپرست را در هتل‌ها نگهداری کرده است. دادگاه عالی این کشور در حکمی این اقدام را غیر قانونی تشخیص داده است. نهادهای حقوق بشری هم نگهداری دراز مدت آنها در هتل‌ها را محکوم کردند. این نهادها گفتند پیش از این نگهداری پناهجویان در هتل‌ها باعث شده است نزدیک به 200 کودک ناپدید شوند. دادگاه عالی بریتانیا هر دو نهاد وزارت داخله و شورای شهرستان کنترا به دلیل کوتاهی در مراقبت از کودکان مقصر شناخته شده است. در یک حادثه رانندگی در استان صلاح الدین عراق، حدود 30 زائر اربعین که بیشتر آنها ایرانی بودند کشته و زخمی شدند. اداره کل بهداشت استان صلاح الدین از کشته شدن 16 زائر و زخمی شدن 13 نفر دیگر در یک حادثه رانندگی در جاده دوجیل و سامه را خبر داد. خالد برهان، مدیر کل بهداشت صلاح الدین گفت بیمارستان‌های منطقه پذیرای مجروحان این حادثه شده و مداوا و عمل جراحی بر روی آنها در حال انجام و برای متوفیان گواهی فوت صادر شده است.